اگر برگردیم به بحث سنت و تجدد که در آغاز با او شروع کردیم، یک نکته که شما اشاره کردید که ما میخواستیم در واقع خودمون رو بر اساس دیگری بسازیم، این که ما میخواستیم خودمون بر اساس دیگری بسازیم که مثلا تقی‌زاده این رو میگفت، حالا بعدا البته تقی‌زاده خودش رو تصحیح کرد، ولی این ایده باقی مون چون خیلی ها به این فکر میکردن. مفهوم موازیش ترک کردن خود هست برای رسیدن به تجدد. این به نظرتون تناقض‌آمیز نیست که برای اینکه ما به خودمون برسیم، به فردیت آزاد خودمون برسیم، باید خودمون رو ترک بکنیم و چیزی بشیم که دیگری هست؟ خب اون دیگری در واقع چون معنای حقیقی انسانیت به خودش میگیره، انسان مدرن مثلا فرد باوری مدرن و انسان مدرن به عنوان سوژه خودبنیاد بر تصمیم گیرنده برای خودش در مقابل انسانی که به اصطلاح بنده و برده نیروهای بیرونی خودشه، سنت و عرضبت که فشارهای اجتماعی و قدرت دولت و نیروی مذهب و اینها این آدم، این موجود رو محاصره کرده و آزادیشو ازش گرفته. بنابراین این برای اینکه بشه سوژه آزاد مدرن بایستی خب اینها رو بشکنه، در نتیجه به یه معنای یه تحول بنیادی وجودی باید پیدا بکنه. ولی بحث این که ما باید خودمون رو ترک بکنیم تا به تجدد برسیم از نظر شما چقدر البته اینا خب بعد ایدئولوژی سازی هم میشه دیگه، که اون چیزی که میخوام بهش برسیم اون همون چیز حقیقیه ما، مثلا اسلام حقیقی همین چیزیه که ما میخوایم بهش برسیم، اسلامیش که آزادی داره، اسلامیش که عدالت داره، اسلامیش که چه و چه همه چیزهای خوبی یا همه ارزشهای دنیای مدرن رو ما میتونیم اونجا پیدا بکنیم و به این ترتیب در واقع ما از این طریق به خود حقیقیمون برسیم که در اسلام حقیقی. حالا فقط بحث اسلام هم نیست، مثلا فرض بکنید که کسروی با عرفان مخالف بود، دیوان حافظ رو هم قبول نداشت و یه عده دیگه میخواستن خط فارسی رو مثلا کنار بگذارن عوض بکنن. یعنی این که میگم ترک خود نمونه‌های عملی داره، مصداق‌های روشن داره، که مثلا یکیش کنار گذاشتن خط فارسی باشه که ما اصولاً قطع رابطه کنیم با سنت، یا تمام این دیوان‌های شاعران و اینها رو بریزیم دور و بسوزونیم چنانکه کسروی می‌کرد، تا از شر این درویشی و صوفیگری و عرفان نجات پیدا بکنیم تا بلکه عقل به سرمون برگرده. ولی یک همچین چیزی ما در خود مدرنیته غربی که قرار بود اینها تقلید اون باشن اتفاق نیفتاده بود به این شکل که شما باید خودتون رو ترک بکنید، نفی بکنید تا به یک چیز دیگری برسید که اون هم باز شما نیستید، در واقع یه نمونه متعالیش جای دیگه است. ببینید اون چیزی که در دنیای مدرن غربی اتفاق افتاد اون فهمی از ماهیت انسان بود به عنوان عقلانیت ذاتی در انسان و جوهر انسانیتی که با عقلانیت ذاتی انسان یکی بود، در مقابل روحانیت قرون وسطایی که انسان رو با اون تعریف میکرد، و در نتیجه این عقلانیت ذاتی که میخواد خودشو آزاد بکنه و خودشو در جهان تازهی تعریف بکنه میره به جنگ و جهاد قرون وسطا به عنوان عصر تاریکی، و همین مدلی که در جاهای دیگه دنیا هم تکرار میشه دیگه. یعنی در واقع بعد شما در واقع میگید که تجدد غربی یک امر یونیورساله و میتونه الگو باشه برای همه. اصلا تمام مفاهیمش یونیورساله، همش در واقع خودش رو. ولی عملا این اتفاق نیفتاد. عملا انقلاب‌های بزرگ مثل چین و روسیه یا کوبا مثلا ایران اینا هیچ کدوم از اون مدل مهمی زد در خود غرب هم اتفاق نیفتاد. این شعارهای آزادی، برادری، برابری که تو در دیوار پاریس نوشته شده هیچ جای دنیا اتفاق نیفتاده به این صورت. ولی مهم اینه که اینها به عنوان میت‌های مدرن حضور دارن، به عنوان اسطوره‌های مدرن انگیزش رفتارن در آدم‌ها. ولی در مورد ما فقط بحث اسطوره نبود، ما اونها رو به شکل واقعیت باور کرده بودیم و اینجا هم به صورت شبیه‌سازی بکنیم. اینجا هم به صورت واقعیت باور کرده بودن دیگه. انقلاب فرانسه بر اساس این باور کردن به این میت‌ها و کوشش برای به اصطلاح رئالیزه کردنش، برای واقعیت بخشیدنش بود، بخشیدن به این
به این معنای انسانیت و ظاهر کردن اون جوهر آزاد عقلانی در وجود انسانی اتفاق افتاد و این مدل بعد یونیورسال شد. پس خب چون در واقع انسان رو اینجور اساسا تعریف میکرد، بعد اون چیزی که برای بقیه البته مدل شد دستاورد انقلاب علمی و به خصوص انقلاب صنعتی بود، و اینکه بقیه چشم بقیه دنیا رو خیره میکرد که آدم واقعی اون است که این امکانات رو داره و میتونه اینجور سازندگی داشته باشه، اینجور میتونه به اصطلاح به خودش و اراده خودش متکی باشه، ما هم باید مثل اینها بشیم. بنابراین میشه گفت که شما معتقدید که فردای ما امروز غرب است؟ کمابیش یا حتی دیروز غرب؟ کمابیش حالا اینجوری هست دیگه، یعنی ما میبینید که شما الان ظاهرا با این انقلاب ما خواست برگردیم به اون مثلا حقیقت اسلامیت خودمون که عین پیشرفت واقعی بود و یا معنویت واقعی بود و تمام مثلا این آثار شوم غرب زدگی رو از خودمون بتکانیم، مثلا حالا لاقل در یه لایه‌های از جامعه ایران. و حالا وقتی که رسیده به این که نه اون یک سراب بود و چیزی نبود و نمیشد بهش رسید، که حتی میشه در واقع برای خیلی ها یا در خیلی حالاتش تهوع‌آور هم میتونه باشه، خود به خود باز بازگشت از این طرفیه دیگه. این همه کتاب فلسفه که در ایران ترجمه میشه برای چی میشه؟ هرگز قبل از انقلاب همچین جریانی نبود، اینجوری فلسفه مطرح نبود، فکر فلسفی یا علوم انسانی مطرح نبود. اینکه انسانی که خودش رو میخواد بشناسه، از نو میخواد تعریف بکنه، ولی بنیان علمش در جای دیگری، اونجا کجاست؟ این دنیای غربیه. و دیگه اون دنیای شرقیش هم دیگه فرو ریخته، اتحاد جماهیر شوروی و مدل مارکسیست لنینیستی هم که فرو ریخته، باز در مرتبه طبیعتاً بازگشت به همین غربه. به چه چیز غرب باید بازگشت کرد؟ من حکم نمیتونم بکنم که به چیز باید بازگشت کرد. تجربه خود... ما دست کم این است که اونچه که در 100 سال گذشته ما بهش رجوع کردیم، از کت و شلوار غربی پوشیدن و کلاه شاپو سر کردن بوده است تا تقلید در دیگر چیزهای تقلید کردنی. این کفایت میکرده؟ برای جامعه جهان سومی ناگزیر جز این نبوده و جز این امکان نداشته. یعنی شما مثلا الان عکسایی که از نیمه اواخر قرن 19 هم مثلا از ایران انداختن شما که دیدید دیگه، مثلا چه فقر و بیماری و کثافت و خیلی چیز عناصری به حال دنیای مدرن که اومده، همین انفجار جمعیتی که اونجا اتفاق افتاده. تو دوره مثلا ناصرالدین شاهی جمعیت ایران یه چیزی بین 8 میلیون مثلا تا 10 میلیون بوده. این 80 میلیون از کجا اومده؟ اینا همش عناصری است که از این دنیای مدرن اومده. آبل کوبی و زدن تمام بهداشت شوهر سبت که درمان بیماری ها و تغذیه مدرن و چیزهای دیگه به اضافه تمام سیستم آموزشی مدرن از کجا آمده؟ ولی نکته اینجاست که اگر ما بخوایم غربی بشیم و مثل غربی باشیم، غرب فقط دستاوردهای علمیش نیست، کلونیالیسمش هم هست، بردهداریش هم هست و مبارزه سرسختانش با از طریق جنگ هست در سرزمین‌های مختلف. بنابراین شما پیش بینی می‌کنید به این که اگر مثلا فرض کنید ایران بخواد کاملا غربی بشه، باید یک دوره کلونیالیسم هم تجربه بکنه یا مثلا شروع بکنه به دخالت در کشورهای دیگه رو؟ الان در کشورهای دیگه دخالت میکنه. نه، میخوام بگم مطلوب این است، اون بحث جداست، ولی میخوام بگم وقتی ما صحبت از غربی شدن یا بازگشت به غرب میکنیم، به اینکه میگم کدوم قسمتش، منظورم این است که اولا این غرب هم خودش یک پارچه نیست، ولی تاریخ این غرب هم مثلا فرض کنید تا دهه 60 تبعیض نژادی رو به رسمیت میشناخته. آیا ما باید از این مراحل هم عبور بکنیم تا به تجدد غربی برسیم، یا فقط جنبه‌های خوبش رو میتونیم تکرار بکنیم؟ و چه تضمینی وجود داره که ما فقط جنبه‌های خوبش رو تکرار بکنیم و به مشکلاتش بر نخوریم؟ ولی هیچ ضمانت نامه‌ای از طرف هیچ مرجع مافوق بشری و بشری نمیتونه داده بشه راجع به اونچه که پیش خواهد آمد. از مجموع روابط قدرت و گفتمان‌هایی که تولید میشه در یه فضایی، انواع رفتارها توش پیدا میشه. و خب حالا بر اثر همین مدرنیته غربی و تحولاتی که جامعه مدرن غربی طی کرده و همچنین ثروتی که داره و رفاهی که داره
میتونه خیلی خب انسان دوستتر و مهربانتر باشه حتی نسبت به جامعه مثلا به اصطلاح عقب افتاده، تا اون دوران کلونیالیزمی که میرفت که میخواست که بقیه براش آدم نبودن اصلا، بقیه فقط ابزار بودن، بقیه یا نیمچه آدم بودن. یعنی ما میتوانیم از تجربه غربی، در تجربه غربی شریک بشیم و از تجربه غربی بگذریم بدون اینکه اون تجربه هایی رو که نامطلوب میشماریم تکرار کنیم. بله این اون تجربه که ما نامطلوب میشماریم اینها رو هم باز از خود اینها یاد گرفتیم و اینها معنیش نیست که ضرورتا همه جا باید تکرار بشه و غیر به تکرار پذیر نیستن. وقتی کلونیالیسم مثلا فرض کنید سرمایه داری کلونیالیسم حالا آمده که بحث قدرت دریایی عظیم مثلا انگلیس و اسپانیا و پرتغال و این حرفا. خب اگر که بحث غربی شدن رو بگیریم یک مفهومش این میشه که پس ما هم باید قدرت دریایی بزرگ باشیم، این منظور شما؟ نه ضرورتا نه، اصلا من اصلا همچین مفهومی نیست، ولی به هر حال ما پس ما باید غرب رو تجزیه بکنیم نه، به عواملی که میشود از اون آموخت و عواملی که نمیشود یا باید کنار تشعشعاتی که از غرب به ما میرسه در این دوران با تشعشعاتی که در قرن 18 و 19 میرسه خیلی متفاوته و نوع رفتار اونها با ما و نوع نگاه ما و رفتار ما با اونها چیز و ما یه بارم قیام کردیم علیهشون، یعنی تمام جهان سوم قیام کرده، انقلابات شده، جنگ ها شده و غیره که بگیم نه ما هم آدمیم، شما آدم نیستید. فقط به همین دلیل اعلامیه حقوق بشر انقلاب فرانسه که مال فرانسوی بود و بعد حد اکثر اروپایی، بعد شد در بعد جنگ جهانی دوم شد به اصطلاح اعلامیه جهانی حقوق بشر که ما هم در بر می گرفت و ما به نام اون حالا مدعی هستیم در مقابلشون و حقوق خودمون رو طلب میکنیم. به حال همه این مجموعه ها باز دستاورد، ولی این جزء تحولات متأخر مدرنیته غربی است که مثلا نیمه قرن 20 یعنی و در حالی که تجدد از قرن 16 شروع شده، همچنان که صنعت رو از اون دیگه بخار فون پاپن حالا افسانه ای یا واقعی شروع نمی کنیم، دو مرتبه بقیه چیزها رو از اونجا شروع نمی کنیم دیگه. حتی تو علمم آخرین دستاوردهای مثلا ریاضی و فیزیک و شیمی و این حرفا رو یاد میگیریم، نه اینکه برگردیم مثلا به عصر لاوازیه و از اونجا بخوایم شروع کنیم. سوال من این است که میشود مدرن بود و مقلد نبود، یا باید حتما مقلد بود تا مدرن بود؟ طبیعتا در یه مرحله تقلیده دیگه، وقتی که میبینی و یه چیزی رو از خودت بهتر میدونی و یه رفتاری رو یه فضای انسانی رو انسانی تر میدونی و میخوای مثل اون بشی، مثلا فوکولیای اول فرض کنید که دوران تجدد ما خود به خود فوکولی که مثلا جمال زاده توی چیزم تاثیرش میکنه که یکی بود یکی نبود مثلا تاثیرش میکنه، خب طبیعتا مرحله اول تقلیده. صادق العزم مطلبی ازش میخوندم گفته بود که اسلام مارتین لوتر نداشته، ولی شما الان گفتید که ما لازم نیست که حتما به لاوازیه برگردیم، میتونیم بدون داشتن مارتین لوتر هم یک تجدد مذهبی داشته باشیم، یا حتما باید از همون مسیر تجدد دینی غرب بگذریم؟ مثلا برمان یک نمونه تجدد مذهبی ما حد اکثرش همین به صورت جریان روشنفکری دینیه که خود عنوان روشنفکر هم باز عنوان مدرنه. نه ما نمیتونیم دیگه لوتریانیزم رو تکرار بکنیم و به حال اونچه هم که اتفاق افتاده همش در فضای سکولاریزم مدرنه، یعنی من عمیقا اعتقاد دارم که در رگ و ریشه همین جریان مذهبی حاکم یک سکولاریزم ویژه از نوع خودش حضور داره و جریان داره. و نکته این است که در مقابل در تمدن غربی هم غیر سکولاریزم و مذهب نقش خیلی مهم می داره. شما می بینید که پاپ باید بره میره توی کنگره امریکا و حرفایی رو به نمایندگان کنگره میزنه که چه بسا اونها قبول ندارن، یعنی یه پله جلوتر از نمایندگان کنگره داره به اونها توصیه میکنه در زمینه مثلا محیط زیست. این چیزیست که اونها باید قاعدتا به عنوان آدم های سکولار بهش توجه بکنن، ولی یک شخصیت مذهبی مثل پاپ بهش توجه میکنه. یعنی داخل تمدن غربی هم اینجور نیستش که سکولاریسم تنها صدای حاکم یا تنها جریان حاکم باشه، همونطور که در داخل مذهب اسلام یا در داخل حکومت‌های دینی دین تنها صدا نیست، سکولاریسم هم وجود داره یا رفتارهای عرفی خود اون حکومت‌ها هم وجود داره، در بیرون هم در واقع
ما این مسئله رو داریم که از پیشگامان روشنگری بگیرید تا دوره مدرن و تا شخصیت‌های اخیر افراد مذهبی هستند که متجدد هستند، مدرنن و حرف شنیدنی دارن و عقلانی دارن گرچه پاشون در مذهب باشه. بله، این تحول مهمه و اتفاق افتاده. پس بنابراین نمیشه گفتش که تنها سکولاریسمه که غافل سالار نه، ولی بایستی به هر حال یه عنصر سکولار وارد دنیای سنت بشه و یه مزج تازه ای از اینها پیدا بشه. این تعبیر شما تعبیر مهمیه، برای اینکه توی کتاب میفرمایید که در واقع تاریخ شرقی در بنیان به آسمان توجه داشته و تاریخ غربی در بنیان گیتیانه بوده. اگر تاریخ غربی در بنیان کاملا گیتیانه نباشه، تاریخ شرقی هم در بنیان کاملا آسمانی نیست. پس میتونن با هم دیگه یک دیالوگی داشته باشن. اون در بنیان در واقع یعنی وجه غالب. وجه غالب. معنیش این چیزه که اون وجود دیگه وجود نداره. و به هر حال مثلا حتی رو پس خود تقویت کرد اون وجود دیگر. مثلا حتی فکر به اصطلاح روشن فکری مدرن تر از توی این قرن بیست نیمه دوم شاید از نیمه اول قرن بیستم هم در واقع شروع میشه و توی قرن 21 دیگه نگاهش مثلا به قرون وسطا نگاه ولتر و دیدرو و نمیدونم آنسیکلوپدیستا نیست، جهان تاریک قرون وسطایی نیست. مقدار زیادی تجدید نظر شده در باب فهم قرون وسطا و بازگشت به اونا و حتی و ارزش‌های معنوی و ارزشات که ایده‌ای و فکری و اینها رو شناختن و اینکه چگونه همین عناصر تجدد مدرنیت در قرون وسطا نطفش بسته شده و شکلی گرفته و تبدیل شده به اینها و اینکه یک دیواری بین این دوتا دنیا نیست. اینها دستاوردهای خود پیشرفت فکر مدرنه. این هم نکته خیلی مهمی است. این دیواری که بین این دو دنیا نیست، دنیای شرق و غرب رو میگید و دنیای سکولاریسم و مذهب رو میگید. هر دو تاش دیگه. خیلی این نکته تازه است. البته در کتاب به نظر میرسه که بین شرق و غرب یه فاصله عمیق پرنشدنی وجود داره. شاید اگر اینطور باشه خب هنوز پخته نیست به حال این گفتمان بنده. نکته دیگه این است که در شما نگاه میکنید توی این مثلا 30-40 سال اخیر متفکران مؤثر ما مثلا فرض کنید شریعتی، حالا آل احمد هم به نوعی همینطوری است، ولی به خصوص مثلا شریعتی و سروش و این اواخر ملکیان، اینا همه متفکرای به اصطلاح دینی هستن، روشن فکر دینی هستن، در حوزه مذهب کار میکنن. چقدر کار اینها میتونه ارزش متجددانه داشته باشه از نظر شما؟ خب یه عنصر خیلی مهمی که وارد تفکر این گروه شده حضور تولرانس بسا، حضور به قول به ترتیب من رواداریه که ما مالک حقیقت نیستیم، در حالی که دنیای سنتی اخوند سنتی خودش رو مالک حقیقت میدونه و بقیه دنیا باید بیان تحت این مالکیت و اگر زورش برسه بخواد تحمیل کنه به زور به دیگه، یا آخرش سرانجام میشه برسونید که داعش و همه این جبهه النصره و این حرفا یا عربستان سعودی دیگه، اینا مالکیت مطلق حقیقت که به نام اون میتونه همه جور زور به کار ببره، همه جور خشونت بکنه. ولی این تحول فکری پیدا شده که نه، ما مالک حقیقت نیستیم و حتی فهم ما از اسلام و معنای اسلام یه چیز ثابتی نیست. این و بازگشت به صدر معنی اونجور به اون معنی نداره. در واقع پس ما مشکلمون بین شرق و غرب یا سکولاریسم و مذهب نیست، مشکلمون بین مطلق انگاری و غیر او هست. وگرنه مثلا کمونیست هم که باشید، یک کمونیستی باشید که بگید فقط من حرفم درسته و بقیه بر باطل هستن، از همون منطق دارید استفاده میکنید که یک مثلا سلفی استفاده میکنه، او غیر از خودش هیچ حقیقتی رو قائل نیست. یا کمونیست هم میتونه همینجوری رفتار بکنه، یعنی منطق رفتاریش کی باشه، ولا اون بی خداست این با خداست. پس مسئله ما در واقع فهم دیگری است، درست میفهم؟ بله دیگه، در واقع یه نوع هم لیبرالیسم در احترام به دیگری و به آزادی دیگری و به انتخاب دیگری برای خودش در مقابل من، و بعد هم تا اونجا که ممکنه دیالوگ، گفتگو. و این فارق از این است که ما مذهبی هستیم و سکولار هستیم. مثلا ممکن ما در آفریقای جنوبی سکولار باشیم و
ولی رفتارمون تبعیض نژادی باشه، بر اساس تبعیض نژادی باشه و دیگری رو نپذیریم، سیاهان رو مثلا از حوزه قدرت و حکومت نفی بکنیم، یا در جمهوری اسلامی باشیم و روشنفکران رو تبعید کنیم، زندان کنیم یا اعدام بکنیم یا ترور کنیم. در منطق بین اون سکولاریسم و بین این مذهب گرایی فرقی نیست، یا بین کمونیسم روسیه مثلا دوره استالین. درست میفهمم؟ بله درسته. مثلا حالا من به عنوان مثال نمونه بگم، همین پارسال در کانادا به دعوت سروش دباغ، پسر آقای عبدالکریم سروش، یه مجلس سخنرانی گذاشته شد که من و سروش با هم بودیم، ولی هر کدوم حرف خودمون رو زدیم، ولی این حضور ما در کنار هم همین معنی تولرانس بود و احترام متقابل به فردیت و به نظر همدیگه، و من به دیانت او احترام میذارم، او هم به دیدگاه حالا سکولار من یا اختیار من رو قبول میکنه، و این معنای جامعه مدرن صاحب تولرانس، صاحب رواداریه. از زاویه قدرت نگاه بکنیم، مفهوم این همنشینی این است که سکولارها صاحب قدرت شدن، صاحب پایگاه اجتماعی شدن در ایران، درسته؟ بله بله. رشد کرده این اندیشه، بله. که حالا مذهبی ها هم قبول میکنن که کنار یک متفکر سکولار بنشینن و هر دو حرف همدیگه رو بشنون و حرف خودشون رو بزنن بدون اینکه بخوان همدیگه رو نفی بکنن. خب در این حال تحول و بر اثر این مجموعه تجربه ها، همین جوانای 20 ساله 30 ساله تندروی انقلابی خب فهمیدن که داستان و فهمشون نسبت به جهان، نسبت به تاریخ، نسبت به هم دین خیلی متحول شده و در نتیجه خب جریانی به راه انداختن، حتی به عنوان روشنفکری دینی و خواهان، خیلیشون حتی در واقع یه نوع دولت سکولار میخوان که حساب دین و دولت، یعنی مذهبی هم ولی دولت سکولار، حساب دین و دولت باید از هم جدا بشه. و خب اینا تحولات خیلی مهمیه که در ایران اتفاق افتاده. اشاره کردید به آقای دکتر سروش و همنشینی خود شما با آقای دکتر سروش، چه نمونه های دیگری میشه دید در جامعه ایرانی که مذهبی ها تونسته باشن به ارزش های تجدد گردن بگذارن یا اونها رو نمایندگی بکنن یا اونها رو از خود بکنن؟ فکر کنم دیگه الان نمونه هاش دیگه بیشمار باشه. برای اونایی که برای شما جالب هست به عنوان کسی که از این دید دارید به جامعه ایران، بله مثلا آقای مشتهد شبستری برای من یه نمونه متفکر دینی خیلی محترم و بسیار آزاداندیش هست که خب تونسته حتی خودش رو از قید اون لباس هم آزاد بکنه و یه نمونه خیلی عالیه مثلا تکامل فکر دینیست و مدرن شدن فکر دینیست در ایران. شاید هم مثلا خب کسان دیگری هم هستن که میشه ازشون اسم برد تو این در حوزه نهادسازی، مدیریت و اینجور چیزها چی؟ بله مثلا یه نمونهش فکر میکنم که همین دستگاه دارت معرف بزرگ اسلامی و این آقای بجنوری نمونه خیلی خوبیست از این بابت که یه نهاد کاملا مدرنی به وجود آورده. درسته که دارت معرف بزرگ اسلامی منتشر میکنه، ولی این دارت معرف بسیار از ویژگی های دارت معرف مدرن و سکولار رو هم داره که جانبدار نیست، ایدئولوژیک نیست یا چیز خاصی رو الغا نمیخواد بکنه به عنوان مثلا ایمان مذهبی. حتی راجع به باب هم که مقاله می نویسه سعی میکنه مقالهش به اصطلاح اوبژکتیویسم تاریخی داشته باشه و وقایع رو طرفانه توضیح بده و بقیه کارا هم، یعنی زبان علمی رو پذیرفته. بله اون نهاد مثلا بقیه کارا هم که میکنن کمش تو این فضاست. به نظر من یه نمونه خوبی است از این داستان. فضای کار توی دارت معرف بزرگ اسلامی هم جالبه، چون افراد از مذهبی تا توده‌ای سابق نمیدونم با طیف‌های مختلف فکری، زن و مرد، از شل حجاب تا با حجاب، همه جور از خانم‌ها و آقایون هستن و در واقع ولی خب فصل مشترک چیزی از اون تولرانسی هست. بله فصل مشترکشون این به اصطلاح روحیه علمی مدرن میخواد باشه، یعنی اون روحیه علمی مدرن کفایت میکنه فارغ از اینکه شما چه وابستگی فکری دارید یا وابستگی طبقاتی و اجتماعی دارید. خب این نشانه این است که مدیریت این دستگاه معنای
این هویت این دستگاه رو در فهمیده که یه نهاد مدرن با باید با منطق دنیای مدرن اداره بشه و این رو خیلی خوب اجرا کرده. اگر این جمله شما رو بازنویسی بکنیم، بازگویی بکنیم، منطق دنیای مدرن پس نشاندن آدم‌های مختلف کنار هم دیگه است و پذیرفتن آدم‌های مختلف و عقاید مختلف کنار هم دیگه است و در این حال داشتن یک هدف مشترکی، حالا ممکن توی یک سازمان باشه، توی یک مرکز باشه، توی یک مدرسه باشه، توی یک رشته علمی باشه. بله، از جنبه سیاسی حقوقی اینه، ولی از جنبه وش دیگه‌اش باز همین پذیرش عقلانیت مدرن در حوزه علمه. خب اگر اینطوری نگاه بکنیم، صحبت شما توی کتاب ما و مدرنیت این مقدار تعدیل میشه، چون در ما و مدرنیت به نظر میاد که شما یک تمایز بس جدی بین سکولاریسم و مذهب قائل هستید. شاید ولی الان ما حالا بینت چه میرسیم شاید همون ایدیال تایپ هم شاید همون ساختن پرداختن ایدیال تایپ وبری باشه احتمالاً در ذهن من هم. ولی این نکته که در مورد مصداق ها میگید خب خیلی کمک میکنه برای اینکه تئوری رو در عمل ببینیم، یعنی اینکه خیلی خوب این فکر و این ایده وقتی میاد تو عمل چه اتفاقی میفته، میتونه گونه های مختلف درست بکنه. نکته اساسی توی تحلیلی که الان کردید این است که فارغ از اینکه ما سکولار هستیم یا مذهبی هستیم، سنتی هستیم یا نیستیم، مسئله مشی ما در برخورد به دیگری، پذیرش دیگری، باور کردن به اون اصول همزیستی هست که اهمیت داره. خب بله، ولی در این حال در مثلا فضاهای مختلف مذهبی قضیه خیلی دشوار میشه. مثلا حالا مسیحیت قرون وسطا خودش رو دین مطلق میدونست، تمام جنگ های صلیبی جنگ دو تا دینی بود که خودشون رو دین مطلق میدونستن دیگه. حالا ان دین عند الله الاسلام هم داریم. در واقع این هم بازگشت به بحثی است که در مورد مطلق نگری کردیم، یعنی اسلام باشه یا مسیحیت باشه، کمونیسم باشه یا ماوئیسم باشه، نجات پرستی مدل آفریقای جنوبی باشه یا خواجگان و بردهداران امریکایی باشه، نکته اساسی این است که شما اون مطلق رو باید در عمل اجتماعی بگذارید کنار و بگید که اوکی، خب این تو سنت ما هم بود، من میتونم مردم دیگه کنار هم بنشینم. فرض کنیم بزرگان ما در عالم صوفیه، مثلا فرض کنیم ابو سعید اولخیر یه همچین چیزی بود، به همین دلیل یه عنصری به نام رندی وارد این فرهنگ شد و حتی حالا با کار و تفسیری که من کردم این به عنوان یه عنصر اساسی انسانشناسی در میاد که اصلا ذات انسان به حال با این رندی تناسب داره و انسان فرشته نیست و اون وقت باید قبول کرد رندی و نافرشتگی رو در انسان ها. اونایی که میخوان آدم ها رو همه رو فرشته بکنن سرانجام بلکه بیشتر شیطان و دوزخ میآفرینند. این نکته خیلی مهم است به خاطر اینکه شما دارید در واقع ریشه ای در سنت ما و در تاریخ خود ما و نه اروپا نشان میدید که ما اونجا مفهوم مدرن و متجددانه تولرانس رو بهش باور داشتیم و بهش عمل میکردیم. بله، منطقه در قالب دین در قالب مهم بندگان خدا. مهم اینه که رفتار اجتماعی رفتار روادارانه بود. بله. و این رفتار هر جا اتفاق بیفته همون هدف انسانی تجدد رو برآورده میکنه. درست.